اینا معمولیت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به بوریت بر بام پایتخت چشم انتظار این آتش کی بر حریم خانه دشمن سرریز می شود کی میهن عزیزم این خاک دلنشین باری دگر زیباترین ترانه گلریز می شود آتش فرو چکید فواره های دود در آسمان شهرم جاری شد جلاد در غار رو رویش از ترس تا سپیده رسد لرزید اما آتش به جان او ننشست سرباز میهنم را خرد و خمیر کرد جان و جهان او را با ضربه ای شکست بر بام پایتخت چشم انتظار اما زمین تو را می جوید نام عزیز فرزندش را در میهن اسیر فریاد میزند. کار تو در زمین در جنگ با همیشه جلاد است عزیزا نوریزاده دوشنبه 28 اکتبر هفتم آبان ماه به شما سلام میکنم بالاخره بیبی زهرش رو ریخت آقای نتانیاهو وعده های بسیار داده بود خیلی هم انتظار داشتن آقا یکی از این موشک و بمب ها تو سر مقام معظم بخوره مقام معظم برابطه اون شب در پناهگاهش بود و مجلس رو هم همونجا آراسته بود و تهران به تماشای دود و آتش بود او هم به تماشای دود و آتشی دیگر من واقعا فکر میکنم اگر انسان ذره حقیقت انسانیت و شرافت در وجودش بود اعلام میکرد به شهروندان مردم اسرائیل حمله کرد حالا این بوزای عراقی هم میان میگن بل ما از ساعت قبل خبر داشتیم امریکایی ها به یکی از مقامات ما گفتن جو بایدن که از دو هفته در روز پیش نقشه رو فاش کرده بود همه اینا بود به اسرائیل هم زده هوایی جدید داد به این بهانه که خب ما اینو بهت میدیم تو دست از حمله به تاسیسات نفتی و اتمی بردار حالا من دقیقا براتون توضیح خواهم داد ناتانیاهو دنبال چی بود و چی رو زد او که مرتب گفت سر مار و سر عفیو و سر اختاپوس و اجده ها چه کار کرد چه دستاوردهایی از این حمله داشت جزیات همه رو براتون میگم این دو روزه کارم بوده مرتب تو این تلویزیونای این ور, ور صحبت کردم تلویزیونای عربی خیلی زیاد و به نظرم فقط دلم میسوده ولی این تفلک هموطنهای عرب زبان ما که یا اونای که مثل اون آقای مصدق عزیز که اون زمان قبل زبان در الاخا بود و حالا ایبونکی یه جوانی بود و میمد منو میدید پیرمردی شد حالا و این تفلک ها در چه فشاری هستن حرف نمیتونن بزنن یه وقت شمسال میمد با هم جدال و بخش و حرف میزدیم ولی حالا این حیوانکی ها حسین روبرویان رو اسمش هم آدم بعدم دکتر بهش میگن آقا ول کنین سر جد استاد دانشگاه الهی بمیرم فکر کن دکتر میلانی بره کشور رو ترک کنه به اجبار این جانور بیان بشن استاد دانشگاه اون اصاب دست و اینو سعید مرتزوی و اینا بشن استاد دانشگاه حقوق جای دکتر عنایت و دکتر رزوی و آدم چه استادایی ما داشتیم دکتر حکمت استاد من بود پاکدامن نازنین دونه دونه همد دکتر کاتوزیان حالا کیا جاشون اومدن؟ حالا راجع به اینو صحبت اول اجازه بدید واکنش مقام معظم رو بعد از حمله و بیرون اومدن ایشون از اون سوراخی این حرفاشون رو گوش بدیم تا من خدمتون بگم که ایشون از آغاز تا پایان دروغ میگه نگاه کنیم بعد با هم صحبت مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه است که دو شب پیش اینجا انجام دادن خب یه غلطی کرد خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن بزرگ نمایی اونا غلطه اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان این هم غلط بایستی خطای محاسباتی رژیم سهیونیسی باید به هم بخور اینا دوشار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران اینا ایران رو نمیشنسن جوانان ایران رو نمیشنسن ملت ایران رو نمیشنسن قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن این رو ما باید به اینها بفهمونیم آسی دلی من یه سوال خیلی ساده ازت میپرسم ملت ملت هم ارباب گفت هم تو گفتی ملی کفره ملت تو که دنبال امت بودی تو که برای شادمانی روح سنبار داشتی سلوات میفرستادی چی شد ملت ملتی که سرسپرده عزد فردوسی است ملتی که عاشق کورش کبیر ملتی که از بزرگان تاریخش قدانی میکنه رضا کبیر رو جایگاهش رو میدونه کجاست لطفا اسم ملت نیا بچسب به صاحب زمان تو امت تو به همونا بچسب ملت میدونی کی بود اون شش افسری و درجه داری که شهید شدن اونا ملت بودن حاجیزاده کجا بود سرداران چپ و راست سپاهت با درجه های کجا بودن افسرای نازنینمون دفاع هوایی رو داشتن اونهایی که در خوزستان کشته شدن اونهایی که در تهران رو کرمانشاه زخمی شدن در قروه در شیراز در فارس در همون نزدیکی های تقشمشی مقبره قنبالعظیم امام خمینی پشتش اونجا ضرباتی که زده شد حالا براتون میگم این ضربات چی بود اسرائیل یا سه تا پروژه یا سه تا برنامه داشتن یک زدن همه جانبه اتمی نفتی برق صنعتی نظامی این یه راهش بود یه فکر بود. که آمریکا از اول جلوی نیستاد و به اسرائیلیا توصیه کرد و گفت و بالا رفت و پایین اومد که آقا این راه رو بذاریم کنار فعلا ما میخوایم انتخاب بشیم این کامل جان رو بفرستیم کاخ سفید کارایی که باراکوس اوباما کرد و بنده غلط کردم این خانم بیاد ادامه بده این توصیه بایدن بود آخرین گفتگویم که ناتانیاهو باشتاش که آقا اولی رو گشتیم کنار فعلا. حالا بازم میگم چه مسلحت اسرائیل چرا اینجوری بود دو تعدادی محدود از مراکز نظامی رو بزنیم اما چون این نظرات به خونه ناتانیاهو حمله کردن بریم خونش بریم آسدالی رو بزنیم آسدالی چارده تا پناگاه داره کدوم رو بریم بزنیم چارده جای شهر رو خراب بکنیم که یه دونه تو سر آسدلی بزنیم نه به موقع پیدا میشه میتونیم بزن این رو هم گذاشتن کنار سومی کاری بکنیم که آسمان ایران برای ما باز بشه در زمان شاه فقید روسا با اون همه عظمت و هواپیماهای بالای جب و غیرش رو جرعت نمی کردن. وارد خاک ایران بشن موشک های ما سیستم دفاعی پیچیده اون زمان ما مجال نمیداد که آقای گرباچوف و آلا گرباچوف که اون وقت نبود برژنف و پادگرنی و خروششف و همشون چنین جرعتی بکنن در خود عراق هم بغلمون دیدیم غلطی که خواستن بکنن هواپیمای ایران چیکار کرد یک ر... مانور هوایی رو بغداد انجام داد و همون خلبانان زخم خورده آزرده دل شکسته بعد از جنگ مانع از این شدن که صدام میزبان نشست غیر متعهد ها بشه حالا ابوظبی برام شاله میکشه جزایر تا ابد ایرانی رو میگه مال اشغال شده از جانب ایران معنی اشغال رو نمیدونن یعنی چی پاره ای از خاک میهنو که انگلیسا اشغال کرده بودن به وطن برگردوندن اشغال نیست نهایت شجاعت و همیت شاه فقید مرحوم اویدا خلعتبری نظامیان با شرف اون زمان ارتش با جمع اینا همه که اسخاری نبودن همه که قرباقی نبودن و نیروی دریایی دلاور ما شهریار شفیق دریا بود رسایی اما علوی نازنین چه انسانی بود دونه دونه اینا رو که به یادم میاد سر انقلاب چه کسایی بودن و بچش در مورد سوم که گفتم اسرائیل ها حدود چهل هدف داشتن چهل و یکی دوتا این هدف ها چه بود؟ یک سیستم ضد دفاعی رشید عمده ترینش چی بود؟ اس S-300 اس بود، اس د0تا بود، و نمونه هایی که در داخل ساخته بودن قدر و قادر و پیر و اینا همجوری اینا که گل و گل مثل دیگه میسازن اسم رو عوض میکنن ولی عمدش خرید 700 میلیون دلاری اس 300 از روسیه بود هفت سالم طول دادن تا اینو به ما دادن آخر مجبور شدن چون ما رفتیم در لاهه شکایت کردیم 750 میلیون دلار نقد داده بود سیستم S-300 در واقع ما ده تا منظومه دفاع هوایی اسیست داشتیم شش تا شو اسرائیل بین برد چرا فرودگاه خمینی اونجا آتش بلند شد و دود و غیره چون پایگاه ها اون پشت اونجا بود پایگاه شکاری یک مهرآباد اونجا داشتن و بنابراین کانسنتریت یا تمرکز اسرائیل روی این نقاط اس 20 سیستم دفاعی که خود صنایع نظامی ساخته تقلید کرده اینا رو زدم. نکته دوم مسئله در واقع مجتمع های سازنده سوخت جامد و مایه برای موشک ها و خب که سوخت مایه دارن کارش سختره سوخت جامدم جامد هم سخته ولی دم. اسرائیل حداقل برای یک سال خیالش راحت شد اینا رو از نظر سوخت جامد و مایه عقب انداخت اینم یک تارگت دیگه تارگت سوم موشک ها و پهبات های جمهوری اسلامی پادگان امام علی که چندین نوبت هم مورد حمله قرار گرفته بسیاری از کلاهک ها در اونجا بود از بین رفت کارخانه های تولید پهبات ها در هشت نقطه آسیب دید حالا دور بیدگنه که در تهران نزدیک شهریار اونجا میبینید سنگینی عملیات بیشتره بیشتره به خاطر اینکه انبار اونجا گسترده تره اول یک نگاهی بکنیم به فیلمهایی که هموطنان فرستادن چه شب عجیبی بود مرتب به من زنگ میزدی من که پیشگو نبودم در حال اطلاعاتی داشتم که اونم در اختیارتون بگذاشتم حال نگاه کن. جا. سمت بیگنه سمت صفا داشته استدای خیلی شدیدی هفتش تا خیلی شدید از اینجا ها آمد نمیدن صدای چیه تقریبا پنج دقیقه پیش حدودا پنج دقیقه پیش انشالله که جنگ چیزی نباشه صدای خیلی شدید بود خیلی شدید جوری که ما را از خواب بیدار کرد این دودیه که فکر میکنم سمت حرم باشه سمت قبر خمینی هیچ کاری نکرده ولی این دود نمیدونم از کجا میاد فقط حرف میزنن فقط حرف اسرائیل هیچ کاری نکرده پس این بودا از کجا داره میاد سردار حاجیزاده در از چهار دقیقه یک هواپیمای مسافربری اوکراینی رو با دو موشک سرنگون کرد افتخارم کرد این ناجوان مرد قاتل واقعا اگر جایی بچه هاش بودم پشت بهش میکردم پدر قاتل 170 نفر رو کشت حالا پنجاه هواپیمای اسرائیلی وارد خاک ایران میشه F16 و F35 میاد وارد خاک ایران میشه رو آسمان ایران میگرده بعضی نقاط رو موشک ها از داخل هواپیما ها میزنن چند بانوی خلبان هم شرکت دارن میرم میزنن دیگه خیلی روشن و یک دونه از این هواپیما یک گلوله بهش نخورد اسرائیلیا ها برنامه ریزی کرده بودن هواپیمای هرکولس داشتن که اگر هواپیمای سرنگون شد چون هرکولس قادر خیلی جا بنشینه بره خلبان رو ورداره کمک و کرور رو ورداره و قطعات هواپیما رو یعنی تا این حد اسرائیل آمادگی داره یک دونه هواپیما یک گلوله بهش نخورد ما ضد هوایی داریم که آمریکا غلط کرد بیاد همه دلی چند وقت پیش یایتونه من ده دفعی رو پخش کردم ولی مزخرف هایی که گفت راجع به قدرت جمهوری ولایت فقی که اگر اسرائیل غلطی بکند ما چی کار میگم نگاه کن گاهی گاهی سردم داران رژیم سهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن تهدید به حمله نظامی میکنن اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از آنها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد گاهی اوقات نشینی تاکتیکیه تا... نشینی هم یه تاکتیکه گاهی اوقات مثل پیش روی. اون اب نداره الا متعرفن لقتال او متحیزن الا فعه تاکتیک اینه شما فقط فکر کنید یه آدمی که امامه سرشه خودشون نایب امام زمان میدونه ولی یه امر مسلمانان جهان با این ذلت و فلاکت اول میزنیم تلاوی و هیفا مرد هیفا نصفش عربن مسلمون و مسیحیان تو هیفا رو میزنی حزب الله که بغل هیفا است 70 کیلومتر فاصله داره نتونست غلطی بکنه خب اسرائیل تارگت هایی که گذاشته بود زد حتی در اصفهان جایی رو زد که نشون بده اگه میتون میخواستم ده کیلومتر اونورتر میرفتم میزدم تاسیسات اتمی رو پایگاه شهید ستاری می رو میرفتم میزدم نتنز رو فوردو رو اون تا ما به جو بایدن گفتیم باش ما تا اونجا نمیریم ببینیم تو تو انتخابات چه غلطی میکنی ولی ناتانیاهو رسما اسم چیزی که من تو مقالم گذاشتم سر ما رو سر افعی و سر اجده یا اینا کردن اختاپوس چون اجده توی فرهنگشون نیست ولی تو فرهنگ ما هست خب آقای ناتانیاهو خیلی راضی از کاری که کرده چون از دید او او آسمان ایران رو مفتوح کرد هواپیمای اسرائیلی 1600 کیلومتر میاد سوخگیری میکنه از رو عراق هم رد میشه نوکرای رژیم تو عراق هیچ غلطی نمیتونن بکنن تازه میگن ما از سه هفته قبل خبر از سه روز قبل آقای هادی الامری میاد اطلاعیه بیرون میده نیروهای خارجی باید از عراق برن مردک اگر اون نیروها نباشدن که تو رو خورده بود داعش آمریکا قرارداد داره با دولت عراق آمریکا با کورتا قرارداد داره هزاران نفر از نظامیانش کشته شدن میلیاردها دلار پول گذاشت خرج کرد به شما عراقیا داد حالا قشنگ بگه بای بای ما رفتیم نه 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 تا زمانی که رژیم جهل و جور و فساد هست اونا نمیرن چون میدونن این رژیم چه اهدافی در سر چقدر خوش آمد از ملک عبدالله چه جور با عراقشی برخورد کرد یا سیسی آقا جمعش کنید برید این دکون رو برچینید آقای میقاتی که جرعت نمیکرد یک کلمه حرف بزنه اومد تو کنفرانس پاریس هفتاد کشور برای کمک به لبنان یه میلیاردم تصویب کردن برای بازگرداندن آوارگان به سرزمینش سازمان ملل اعلام کرد نیروهاش رو اضافه میکنه از پشت لیتانی به هیچ وجه دیگه ازبالله نمیتونه بره جلوتر ازبال شیطان هم که الان کمر شکسته و خورد شما فکر کنید مثل یه بکسوری که وقتی وارد رینگ شد کاسیوس کلی یا محمد علی بود حالا از که میخواد بره بیرون سون لیستون در هم شکسته است که تو سه ثانیه ناک اوت شد حالا داریم میبینیم دیگه حزب الله هر سازمانی رو شما در نظر بگیری در ابعاد حزب الله بیست هزار مسلح جنگجو داشته که بعضیشون در ایران دوره دیدن حتی یه دشون در کره شمالی نیروی دریایی داره پهباد داره موشک داره توپخانه داره توپای خودکششی اولینکون و اتریشی داره که ایران بهشون داد در عرض دو ماه ناتانیاهو خردشون کرد در هم شکستشون فراموش نکنید الله بر لبنان مسلط بود دو سال و نیمه که اجازه نداد رئیس جمهوری انتخاب بکنه خیلی قابل تحمله، خیلی قابل تحمله. بنابراین میخوام بگم که آنچه که ما شاهدش بودیم آغاز داستانی است که بعد از درنگ کوتاه براتون راجبی صحبت خواهم کرد بریم علیرضا قربانی عزیزم آمدم تو به داد دلم بره روده دوباره چقدر قشنگ بود این سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل صحبت هایی کرد که اینم بشنویم تا من تکمیل کنم آنچه را باز گفتم صبح بخیر. ساعت قبل هواپیمایی ما پس از حمله به اهداف نظامی در ایران به سلامت بازگشتن این عملیاتی در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی ایران به اسرائیل در ماهای اخیر بود ما با هدفگیری و دقت تمام به تعدادی از اهداف در مناطق مختلف ایران حمله نمودیم من جمله تاسیسات تولید موشکایی که رژیم ایران طی سال گذشته به سوی اسرائیل پرتاب نموده و تهدیدی مستقیم و فوری برای شهروندان کشور اسرائیل محسوب می‌گردند. همچنین سامانه‌های موشکی پدافند زمین به هوا و توانایی های هوایی ایران که هدفشان محدود کردن آزادی عمل هوایی اسرائیل بر فراز ایران بود نیز مورد حمله قرار گرفتند دولت اسرائیل همکنون از آزادی عمل هوایی بیشتری بر فراز ایران برخوردار است تمامی اهداف این حمله محقق شده است جمهوری اسلامی دو بار به خاک اسرائیل و از جمله مناطقی که غیر نظامیان را به خطر انداخته بود حمله نمود و بهای به آن را پرداخت نمود رژیم ایران علاوه بر تراش برای ضربه زدن به اسرائیل سعی دارد تا ثبات امنیتی خاورمیانه و اقتصاد جهانی را به خطر بیندازد اهدافی که به دستور ردی سیاسی مورد حمله قرار گرفتند از یک مجموعه اهداف گسترده انتخاب شدند و ما می توانیم اهداف دیگری را از بین آنها انتخاب کرده و در صورت لزوم با آنها حمله نماییم در صورتی که رژیم ایران به حملات خود علیه اسرائیل و شهروندانش ادامه دهد، اسرائیل حق و وظیفه دارد تا از شهروندان خود دفاع کند. ارتش اسرائیل از نظر تهاجمی و دفاعی در اوج آمادگی قرار دارد. امروز ما یک بار دیگر توانایی خود را در حمله به هر جا و هر زمانی که بخواهیم ثابت نمودیم. ارتش اسرائیل هر کاری که لازم باشد برای محافظت از شهروندان کشور اسرائیل انجام داده و در آینده نیز انجام خواهد داد غیر از این آقای ناتانیو هم گفت که جنگ ما با شما نیست با حکومت مستبدی است که شما را سرکوب می کند و منطقه را تهدید در ماهای اخیر به طور سیستماتیک برای قطع بازوهای اختاپوس رژیم ایران اقدام کردیم دیروز به سر اختاپوس زدیم این هم حرفای آقای ناتانیاهو در این حال این قصه سر دراز داره ناتانیاهو حماس رو فلج کرد حماس مثل یه قهرمانی است که میدوید فریاد میزد میزد مش میزد حالا رو صندلی چرخدار نشسته اما دو تا پاش حس نداره بیاد بالا دستش رو مثل همون سلوار یه چوب میندازه وقتی دارن دروش میکنن. حزب و شیطان وضع بدتری داره به خاطر اینکه حزب الله یه دولت بود حزب الله یه تاسیسات و تشکیلات فقط تشکیلات قاچاقشون دو هزار نفر توش کار میکردن روسپیخانه هایی که سپاه با حزب الله داشت در در واقع در ماکاو در هنگ کنگ در جاهای مختلف در گواه هند و همینطور در ونکوور کانادا پولشویی‌هاشون، مواد مخدرشون یک تشکیلات عظیم بود در کنار اون بیست هزار جنگجوی آموزش دیده که از بسیار از این پاسدارای رژیم بهتر بود بازم دلم برای ارتش میگیره دلم می... این بچه های نازنین ارتش با کمر شکسته پشت زخمی صدام رو به زمین زدن و خمینی نگذاش بعد از فتح قرمشر کام ملت شیرین بشه چون اون مردک هم مثل این یکی دنبال چیز دیگه ای. شما فکر کنید اسرائیل عملیات رو انجام میده نخست میاد پیام فرمانده ارتشش، وزیر دفاعش، آقای گاران دیگران میان صحبت میکنند این واکنش جمهوری ولایت فقیه نگاه کنید. منابع امنیتی به خبرگزاری صدا و سیما گفتند در حال بررسی منشأ صداهای قوی که در تهران شنیده شد هستیم. این منابع گفتند برخی از صداهای قوی ناشی از فعالیت پدافند هوایی اطراف تهران بوده دقایقی پیش صدای چند انفجار قوی در اطراف تهران شنیده شد هنوز منشأ این صداها مشخص نیست خبرنگاران ما هم برای کسب اطلاعات بیشتر در تلاش هستند راستی آزمایی برخی تصاویر در فضای مجازی هم نشون نشون میده که این تصاویر قدیمی هست و نمیشه به اونها به حال سندیت داد و اونها رو مورد اعتبار این خبر قرار داد اخبار تکنی رو حتما از شبکه خبر دنبال کنید ما در کنار شما خواهیم بود یه نکته دیگه هم بخوام بگم خدمتتون اینکه تصاویری که توی فضای مجازی زده دقیقاً همین رو خواستم بپرسم این تصاویر تصاویر خیلی زیادی همکاران مدن راستی آزمایی میکنه این تصاویری که تو فضای مجازی تعداد برخی از این تصاویر میشه گفتش که قدیمی حتی توی شبکه خارجی ایرانی تصویر داشتن پخش کردن که اصلا روز بود و رفتی به این صدا نداره اصلا رفتی به این صدا نداره راستی ما نشون میده که برخی از این تصاویر قدیمیه حالا همکاران ما دارن هم از ستاد کل نیروی و هم به صورت میدانی بررسی میکنن حتما تو بخش بعدی خبری توضیحات تکمیلی تقدیم بینندگان عزیز خواهد شد خیلی من به <laughs> نظرم میاد که مثلا دستمون که نمیرسه به این آقایون به این خیلی تأثیر گذار بود <laughs> <laughs> <باست> تو باقی تصویر هم کاش تصویر شد واقعا خیلی تأثیر گذار بود تو پیامک هم خیلی زیاد بوده آقای سمدی واقعا تأثیر گذار بود شما ببینید یه رژیمی به چه درجه ای از فلاکت و بدبختی میفته اکبر جان ممنون برای توانا به چه فلاکت و بدبختی میفته که میاد اینجوری پوزخند میزنه مردک شش نظامی ایرانی کشته شدن تو الدنگی که معلوم نیست سر از کدوم سوراخی اومدی بیرون میخندی اسرائیل اومد زد لتو وپار کرد تاسیسات دفاعیتون حالا با چی با پلخمون شریعه خامنه میزن گنجیش میکشتن با اونا میخواه اسرائیل رو بزنی؟ موشکا و پهبادیاتون که به این بردن اونها رو چی کار میکنی؟ کلک هایی که تو امام علیه به این رفت بعد اینا تصویرای راست آزمایی تلویزیون جبلی صدا سیما راست آزمایی جمهوری اسلامی کلمه راست رو نمیشناسه کلمه دست راست ممکنه تو خلاکه میرن از دست شب بینن دست راستشون هم میشنسن واقعا تا. یه حرفی بحران مشیری عزیزم میزد خیلی به دل من نشست خیلی قشنگ در پاسخ به یه نفر که بله و درباره این دروغایی که بعضی از ماها میگی و بله خدا خودش پدر اینا رو در میاره خدا خودش بعد اشاره کرد گفت ما چنگیز ها دیدیم ما هلاکو ها دیدیم بالا بدترش رو دمیدیم. خب خمینی خب, خب دیدین زمانی باید افتخار بکنی که وقتی تموچین اومد پشت مرز اوترار شکستش میدادی اون وقت باید افتخار میکردی هلاکو رو همینطور اسلامی های عربایی که اومدن همینطور ولی تو به چی افتخار میکنی؟ به اینکه اون آمدن دیویز سال مملکت رو نابود کردن چنگیز اومد از اترال رفت تا اون ور هلاکو اومد رفت تا بغداد اینا جای افتخار نداره حالا اینا هم هم پوستخند <applause> پوسخند پوسخند به چی میزنی؟ میلیارد ها دلار اسرائیل به این برد بالاتر از اونها چهار نظامی وطن پرست و کشت تو میخندی بی غیرت میخندی اونقدر یک پاسدار نیروی انتظامی مال حراست غیرت داره که وقتی اوزا رو میبینه بهش میگه برو مردم بکش میره خودکشی میکنه شما البته جوابش رو با امام جمعه کازرون دادی دارم میخواین تصویر دوباره ببینید این امام جمعه کازرون البته اولی نیست در شهر کازرون امام جامعه قبل از این و بعد از این اینا فسادی کردن جنایاتی در اونجا کردن که مردم رو کلافه کردن من اصلا با خشونت موافقتی ندارم ولی ببینید با مردم چه میکنن یه چیزی براتون بگم که تمام ویکند منو داغون کرد تمام ویکند و اصلا پیش خودم میگفتم مگه میشه آدم این خبر رو ببینه و داد نزنه تو سر خودش نزنه خیلی برای من تلخ بود خیلی برای من دردناک بود فکر کنید یه مادری با دو تا بچهش همسایه به خونهشون میاد دو تا بچه رو با مادر میکشه شوهر همسایه میره توی مغازه اون صاحب خانه میشین کی اون بیرونه وقتی اون بیرونه اون وقت میرن و من اصلا داغون شدم یعنی پیش خودم گفتم مگه مگه میشه یه آدمی هم چی کاری بکنه ولی کرد متاسفانه حالا من سعی میکنم با این دوستمون تو آلمان که عزیزانش رو از دست داده فردا صحبت بکنم ولی پشتم لرزید به خاطر یه مقدار طلا شما بری یه بانور رو دو تا بچه بکشی یه بچهشم صندوق عقب بنزی پسرشو که پسر خانواده‌ت اون رو از شهر ببری یه جو بکشتش حالا اون گیر افتاد ولی اصلا باورم میش که این رژیم در کشور ما چی درست کرده چه کرده با ایرانیا چه کرده با ایران اتاها ایرانیا داغونن خوردن از دست رژیم به فقان اومدن ولی در مقابل یه مزدورای خوشحال اینو براتون گفته بودم ولی حالا تصویرش این و اون یه دورزی لبنانیه که یه دوره با کمک سازمان امنیت سوریه وکیل شد چون دشمن جنبلات بود این اومده راحت میگه که آقا ما همه رو کردیم رهبر قيادته امام خامنئي وعده 20 مليار جديدة وقيادة مش معروفة لأنه أكيد لو معروفة كانوا بيستهدفوها أعطيت الأوامر الجبهة شغالة الإمام الخامنئي أخذ قرار بدعم الحزب بكل شيء حتى لو ما حدا عمر رح يعمروا هني الايرانيين شو بكلف ما عندهم مشكله وهذا موضوع بطمئن الناس معلومات ايه اكيد بلغ تبلغوا مش انه يعني تبلغوا 10 15 20 مليار شو بكلف العمار الايراني بيعملوا حتى لو ما حدا شارك فيه رغم انه الان في دول عربيه بلشت تحكي عن المشاركه بالاعمار شو فقط سؤال اخوتو شرا بايد يكشوري نابود بشه بخاطر که بعد اکیسه کیسه مردم ایران بیاد دوباره پول بده یه بار این کارو کرد 2007 دو دوباره فکر کرد چون لعنت نداره مردم غزه تو خرابه خونش ایستاده آب داره میخوره اسرائیل رو تشکر میکنه یا مشکل حماس وفتح الجبهه قدمونا ما سقوناش ميه ولا عملوا لنا حاجه خلونا غصبا عنا نعيش في ذل وفي هم وفي دمار يغلب على الجيش اللي طعمنا وسقانا كانوا السكر ب 100 شيكل عندنا في المعسكر ما تقدرش شيء ولا ولاد ولا حاجه مشكورين على الميه والقوات بتاعتها تتحرر وجنب الجنب مو صار مونا ما دوري میگه حماس برای یه بطری آب 25 دلار از ما میگرفت اسرائیل مجانی بمون آیا ارزشی داشت یه سرزمینی نابود بشه یه ملتی که در دو قدمی استقلال بود پرچمش بالا میرفت من اینو سریع نقل قول ابو مازن میگم شما ویرانش بکنی ملتش یه بطری آب بخواد بگیره از الله 25 دلار چارجش کنه اینا درست بود من واقعا افسوس میخورم خیلی هم مطالب بون مون و دو تا دختر بچه نازنین هم کشتن اون برای من خیلی دردناک بود در سرزمین ما چی داره میشه خشونت رو دارن اینها زمین ساز خشونت میشن نگاه کن نسلی قاتل در لارستان رئیس پلیس آگاهی استان پاس گفت قاتلی که با همکاری همسرش چهار عضو یک خانواده را به قتل رسانده بود در کمتر از یک ساعت دستگیر شد سرهای طبیبی گفت فردی به همراه همسرش به انگیزه سرقت مادر چلو یک ساله و سه فرزند او را که در همسایگی آنها سکونت داشتند به قتل میرساند رئیس پلیس آگاهی استان پاس با بیانی که در همان لحظات اولیه قاتل سی و دو ساله در منزلش دستگیر شد افزود همسر قاتل هم که به سربچه محکول را در صندوق عقب خودرو جاسازی و متباره شده بود دستگیر و به ثروت سیزده ساله نجات داده شد قاتلان انگیزه خود از این اقدام را سرقت طلاهای مادر چلو ساله اعلام کرد این داستانی که براتون گفتم فیلمش هم اومد ممنونم از دوستی که از آلمان برای من فرستاد البته با درد و رنج چون قوم نزدیکش بود با شرف میزنم چون این ماجرا خیلی منو تکون داد برای یه مقدار طلا تو بری یه مادر و دو تا بچهشو بکشی قصد کشتن پسرش هم داشته باشی که خدا به اون رحم کرد داریوشی میجوی همسرشو کیا کشتن یارو واقعا ما خواستیم پول وردیم که صبح می رفتیم موقع که اینا نبودن کاری نداشت برای که قصه ما بی داستان پلیسی هم نباشه این لحظه نگاه کنه بهش تراژیک تراجیک و خنده دار تعقیب یک پرشیا برای دستگیری رانند دیگاه کن ساعت دوانیم شب گردنی بالنگ پژو پارس فاقد پلاک هر چی بهش ایست میدیم وای نمیسه اقدام برخواد خطرهایی میکنه ماشین هم تصادفیه کاملا همه جاش آسیب دیده Yeah, I don't do. Yeah, I don't do. دو, بیا رو دو. بیا رو دو. ماشین دزدی تصادفی هم میشه ولی خیلی با مزمی. تصادفی ماشین اون هم داره خبر میده خدایا بر ما چه گذشت بر ما چه گذشت پلیسمون اعتبار و جایگاهی داشت وقتی نگاهشون میکردم چقدر برای من جذاب بود رژیم همیشه آدم خود شد داره و یه ادنم آدم دوربین رو که میبینن او و میترسن واقعیت رو بگن اون شب من با خیلیات تو تهران حرف زدم با این نفر دیگه صحبت کردم توی خوزستان آن جاشو نمیگم لزومی نداره با یه نفر صحبت کردم شهریار با یه نفر صحبت کردم بیرگنه همونجا و خیلی جالب بود برای مردمی که ایستاده بودن راحت نگاه میکردن چون حرف ناتانیاهو رو قبول داشتن به مردم ایران حمله نمی کنیم حرف آسدری رو باور نداره حالا ببینید این مثلا چیزایش که صدا و سیمای جبلی پخش کرده راجع واکنش مردم نگاه کن کنیم یعنی که فهم که نه خیلی معیب اصلا ما فکر به حمله اسرائیل نمی کاریم. کار خود اونو میکنه زندگی خود اونو میکاری. فکر میکنیم خیلی گسترده تر باشه ظاهرا از توان نظامی ایران خیلی ترسیدن همون توانی که ایران هم داره اونم داره ولی اون رو نداره او مال این حرفا نیست هیچ کاری با این امریکت نمیتونم بکنم به اندازه کافی قوی است. آقا بیدین که چی شد اسرائیل حمله کرده اه س... آه، حالا فوش یه بده آه. که پخش کنه بیدین که اسرائیل ببینید تو هیچ کس نمیتونه با ایرانی ت... جنگ کنه چون ایرانی همیشه شجاع بود تو تاریخ خدا نگرد حرفای برام مشیری باش خیلی حرفای قشنگی در یه موارد دیگری بود ولی چقدر مناسب الان باد به قبقب بندوشیم جرات نکرد بیاد حمله قرار بود بیشتر باشه اما کوتاه اومده فکر نکردی که اسرائیل دنبال مساله خودشه به هدفاش هم رسید تو دلت میخواست بیاد خامنه ای رو بزنی اون دنباله این نبود اون دنباله برنامه خودش بود برنامهش هم تحقق پیدا کرد یک سال قبل یک سال قبل حداقل از چهار طرف محاصله بود به اضافه ایران یمن عراق لبنان سوریه در حصار بود ایران هم که تعمین کننده پول و اسلحه و غیره بود و خودشم ایران نمیدم اسم ایران من نمیخوام بیارم آلوده کنم اسم وطنم و جمهوری ولایت فقی امرو اسرائیل کجاست حزب کجاست حوسی ها کجان لونگا رو بستن قات میخورن قات که میدونید چی میزنن تو دهنشون قلمبه اینقدری میک میزنن نشه بشن بیشتر در عظمت آقای خامنه فرو برن گفتن پاسدارا دم پادگان دیلمی سن آ قاد توضیح میکنن مجانی برای جنجو. ها گفتش که مقام معظم که خود دلبسته کوکناره وای به حال نوکراش ایران سربلند ایرانی سرفراز پرچم زیبایی سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود علیرضا نوریزاده تا فردا در پناه پروردگار عاشق